کنی که از این خطر جون سالم به در بردی. شما راست میگی، ولی اینو لااقل شما میدونید که من تو زندگیم زن بدی نبودم. اون نمیخواد حیثیت زن خودشو بد رفتاری میکنه، کتک میزنه. اکرم خانم، اینو برای زنی مثل من که بچه‌م داره درد آوره. به خودم ناراحت نشو دکتر گفت کاملا باید استراحت کنی. چطوری؟ کجا ممکن استراحت کنی؟ مگه اون اجازه میده؟ تو کدوم خونه زندگی؟ تو خونه زندگی خودت. سعی کن شوهرتو از راه اشتباهی که میره برش گردونی. این وضعته. تو که هنوزی بابا نه دیگر، نه دیگر، این واسه ما کد نمیشه. بابا تو دیگه وقتی خوابت چشماتو ببند و بخواب. خوب چرا برکت خدا رو میریزی رو زمین؟ آخه گناه داره. برکت خدا؟ بود گنده این برکت خدا که تو درست کردی. من خب اگه این قضا رو دوست نداری بگو چیز دیگه برات درست کنم. دیگه چرا داد میزنی یا همسایه ها رو زابرا میکنی؟ نفهمیدم تو جسمه محلی یا مفتش شهر؟ خونه خودمه، چهار دیواری اختیاری. اگه به تیریج قباتون بر نمیخوره خانم مفتش، یه لیوان آب برای من بیاره. مثل کنه چسبیده و کنده هم نمیشه. آخه واسه این قیافه ایکبیری رو نگاه کنم. هیچم مامان ایکبیری نیست، نگاش کن، خیلی هم خوشگلی، مثل ماه میمونی. آره جون ننم. تو بخواب عزیزم، بابا داره شوخی میکنی. شوخی میکنی؟ بیا، اینم آبی که خواسته بودی. بیا. لعنتی جهنمی، این آب از آب همومم کثیف‌تر و داغ‌تره. آخه پس چی کار کنم؟ خب دیر اومدی، یخ و آب شده، چرا اینقدر بهانه میگیری؟ بهانه از تو؟ اونم از تو زن بیشور؟ بلش کن بابا، بایدی نشم، بلش کن، تو بدی، تو بابای بدی هستی. تو دیگه چی میگی نیم وجبی؟ برو گم شو. بلش کن، اگه میخوای منو بزن به این کاری نداشته باش، خواهش میکنم. میکشمتون هر دوتونو، بچرم میکشم. این بچه از تو رو خدا کنیش نداشته باش، هرچی میگی بگو. آخه چی کار میخوای بکنی؟ کار میخوام بکنم؟ الان حالیت میکنم. نه، میخوام طلاقت بدم و از دست راحت بشم. دورتون رو پم کنیم بریم بیرون، هر دوتون راحتون بذارین، گمشین بریم بمیرین. وای دلم دیوونه بود، دیوونه درسته، قربونه دله، درم جوش گرده بود. چی شده؟ چی بگم اکرم خانم جون؟ اونه تو، اون هر دوی موری نما میخواد چیزی بگی. بچه رو بده به من. تفلکی چه راحت خوابیده، دلش به حال این بچه نسوخت. زندگی دیگه، به خدا این زندگی مسخره است، دلم بمیرم. تو این بچه رو داری که به خاطرش باید بجنگی، بجنگی و زنده باشی. بچه قشنگه، اگه شوهرم مرده بود الان نمیتونست من دخترشو مثل قاب دستمال بندازه بیرون. کاش من مثل شوهرتو مرده بود. شوهر من نمرده، ولی من خیال میکردم نه، اونم مثل شوهرتو منو بیرون کرد، اما بچه منو خیلی گرفت. بعدها به این خبر دادن که بچه مرده، خودشم گذاشته و رفت. خدا میدونه اون الان کجاست. میبینی که منم مثل تو هم میخوام بمیرم. کسی چی میدونه فردا چی میشه؟ من میدونم. قدیر آدمیه که هر حرفی بزنه عمل میکنه. اون گفته طلاقم میده و این کارو میکنه. طلاقم میده، تموم شد. چه جورم، یه مهر قرمز رو اسمش تو شناسنامم زدم و طلاقشو دادم. پس دیوار حالا من و تو با کار تازه بود، جنس از اون بر مرز میاریم به این بر مرز. من راجع رو یادت میدم. نوکرت هم رفتیم که دو نفری دنیا رو بگرد، اونم بذار واسه خودش بره بگرد. الان ساعت 5 بعد از ظهره، همش را رفتیم. بله خانم، حتی نهار میخوردم، پاهم دیگه قوت نداره، نمیتونم برگردم. من امروز باید کار پیدا کنم، از هر جور شده باید یک کاری هم. چرا گریه میکنی؟ چون من براتون یک کاری پیدا بکنم. اما چی؟ اما کاری چی؟ چی بگم خواهر؟ برای شما کلفتی هم باشه میکنی. بفرمایید. سلام خانم. سلام، کاری داشتیم؟ من اومدم اینجا کار کنم. آرایشگرتون منو فرستادن خانم. آها، آدم معتبری داری که ضامنت بشه؟ راستش نه خانم، کسی رو ندارم. صحیح، پس ضامنم نداری؟ بنابراین خیلی متاسفم، بهتر از همون رایی که اومدی برگردی. ولی خانم من این حرفا بی نتیجه است، بفرمایید بیرون. من میتونم ضامنشون بشم. معلوم هست تو چی داری میگی؟ بله، تو که میخوایی با پدر من ازدواج کنی باید اینقدر قبول داشته باشی که پسرش بتونه ضامن خدمتکار جدیدش بشه. آیا غیر از این خانم؟ به نظرم آشنا میایین، شما رو جایی دیدم. بله دکتر. ها، شما مریض من بودید. خوشحالم که حالتون خوبه. تو راست میخوای ضامن این بشی؟ این خانم اینجا کار میکنن و ضامنشونم من هستم. حالا اگه تو ضمانت منو قبول نداری، ممکنه ضمانت پدرمو قبول داشته باشی. اگه میخوای میتونی از خودش بپرسی. سلام پدرم. سلام پسرم. حالا چطوره؟ متشکرم پدر. ممکنه بگید اینجا چه خبره؟ سلام آقا. سلام جانم. این خانم برای کارم جان، منم ضامنشون هستم. البته با اجازه شما. غذای مورد علاقه من به آلاپولوس خانم. برای این بپزی؟ بله. او عالیه. صبحونه فقط یه لیوان شیر میخورم. فعلا خداحافظ. دختر خوبی به نظر میاره. ببینم شوهر که نکردی ها؟ نه خیلی. خوبه. این خوشگله حال است. تا چند ماه دیگه خانم این خونه میشه. البته حالشم خیلی خانم. بله خیلی خانم. خدا بهتون ببخشه. اون شاخ شمشادم که دیدی پسرمه، ولی یه خود سیماش قاطیه. اون از تمام چیزای خود بدش میاد. از ورق، از شراب، از زن. با اینکه دور ورش خیلی شلوغه. عزیزان؟ ممکنه راجب کارش صحبت کنیم. بله دیگه. گردونی هفته یه روزم میتونی بری پیش فامیلات. برو جانم، میتونی بری مشغول شی. متشکرم آقا، متشکرم. وایسا ببینم. نگفتی اسمت چیه؟ مریمه. خیلی خوب مریم. ببینم واسه خوشگلیش زمانی شدی؟ یا واسه اینکه مریض تو بودی؟ واسه هیچ کدام، فقط برای اینکه اون به کار احتیاج داشت. احتیاج؟ خب منم به تو احتیاج دارم. چرا فکر منو نمی کنی؟ دوست دارم. بکش زن، وقاحتم حدی داره. آخه تو میخوای زن پدر من بشی. این وقاحت نیست عزیزم، عشقه. این هرزگیه. تو یه پارچه لجنی. بیچاره پدرم، عشق تو چشمای اونو کور کرده. منم که تو رو میشناسم، میدونم که چه افریتی هستی. برو راحتم بذار. اون منو شناخته، جلوی پدرش زامن شد تا اونجا کار بکنم. خوبه. این پولا رو واسه چی دادن؟ گفتن هرچی کم دارم بخرم. منم اون اسباب بازی رو خریدم برای نازی. باقیشم باشه پیش شما. موفق باشی مریم. دنیا اینطور نمیمونه. بالاخره یواش یواش درست می‌کنی. چرا از تو اتاقش بیرون نمیاد؟ از بس خودخواهی جونم. بچه‌ها شنیدم که حال خیلی می‌خواد. سلام. چیه مریم؟ کاری داشتی؟ ببخشیم پدرتون فرمودن شما بیاین تو. چیزی به اونا بگم آقا؟ باشه الان میام. برو. چی میخواین آقا؟ خودت باید فهمیده باشی. تو رو میخوام. تو رو از دستم گم شو. دست کسی بده بکش کنار. برو از اینجا بیرون. این پولا رو ببر واسه آدمایی که مثل خودت عاشق پولن. اگه نری داد میزنم، اون وقت دکتر میاد مثل موش میندازه بیرون. حالا میگه چه خبر شده؟ برو گم شو دیگه. تو نوبرش آورده. اگه یه مرتبه دیگه طرف مریم رفتی، قلمای پاتو میشکنم. خجالت نمیکشی تو؟ خیال میکنی هر کسی رو میشه با پول خرید؟ جلو برو گم شو. تو دختر خوبی هستی مریم. آفرین. از این کارت لذت بردم. قهوه من یادت نره. متشکرم. اومدی؟ بله پدر. کی اینجا پسرم؟ این همه دختر گذاشتی رفتی تو اتاقت؟ همشون مال تو پدر. واقعا مسخره است. من که از کارش هیچ سر در نمیارم. عجیبه واقعا. نه اینو جدی میگم. باور کنید دکتر. چرا اینقدر گوشه‌گیر هستید؟ راستش من داشتم تو اتاقم راجع به کارم مطالعه می‌کردم. ولی یه مرتبه من متشکرم. خیلی ممنونم. قهوه نخوری. میگم برای قلب گفت مثلا دکتر. چرا کمش شیبی نداره؟ کمش خوبه. ما شانسم خوب چیزیه. هر چه میره دخترها دور برای چرا میشه. تو فالتون یه زن افتاده. اون از فرشته‌های آسمونم پاک‌تر. خیلی زرچ کشیده و شما هم خیلی بهش محبت نکنه. این مریم هست؟ آره مریم غلط کرده. بسته دیگه اینقدر حرف نزنید. برین گم شین. برین کارتون برسید. برین گم شین. مسخره ها. بایسته مریم. اونا یه مشت دیوونه هستن. ببخششون. مهم نیست. میدونی رفتار یه ماهه تو و کار امروز با اون پسره عقیده منو نسبت به زنها عوض کرده. حالا مطمئنم بین اونا فرشتم هست. تو خیلی دختر خوبی هستی مریم. اینو جدی میگم. متشکرم دکتر. شما خیلی مهربونی. خواهش میکنم از کار اونا عصبانی نباش. من گفتم که حالا بذار یه چیز برات بگم. به نظر من یه موی تو به همه اونا میارزه. تو این خونه اگه یه خانم باشه فقط توی. گرم گرفتن. دختره یه بی سر و پا. راستش میدونی چیه؟ وقتی میرزا علی گفت دختری پاکتر از فرشته ها تو فالمه، حس کردم تنها دختری که ممکنه اینطور باشه تو هستی مریم. ببخشین صدام کردم. باید برم. فقط کلفتی کنی. ولی من که تمامال جوابم میده. چرا این کار کردی ها؟ آخه این دختره. خواهش میکنم بس کن. برو مریم. واقعا حیف دختری مثل اون که زیر دست آدمایی مثل ما باشه. اون چه گناهی کرده که اینطور اذیتش میکنن؟ خجالت داره. من متاسفم مریم. از کار اونا ناراحت نشو. کشیدی که ازش محرومم. اونم پاکی و بزرگواری توی. اما مریم اجازه بده بعدا با هم صحبت کنیم. خیلی چیزا هست که باید بهت بگم. من امشب زیر آلاچیق منتظرتم. زیر آلاچیق؟ برای چی دکتر؟ خوشحالم که اومدی. متشکرم. شما به من بگو تو. آخه شما نمیخواد چیزی بگی. من میخواستم امشب به تو بگم تو همون فرشته هم من دیده بود. من؟ آره مریم. نه این شما. این امروز همه اون دخترها شما رو نگاه میکردن. همشون حرف شما رو میزدن. اونا خانومن، خوشگلن و در ضمن خیلی هم ثروتمندم. اینا چیزی نیست که من میخوام. اما شما که چیزی درباره من نمیدونید. همینقدر که میدونم کافیه. فقط منتظرم بهم بگی دوستم داری یا نه. آخه بذارین بگم من یه دختر نیستم. من شوهر کردم و طلاق گرفتم. تو دروغ میگی. باور کنی. پس چرا تا حالا چیزی به ما نگفته بودی؟ پدرتون طوری حرف زد که انگار اگه شوهر داشته باشم قبولم نمیکنه. من به کار احتیاج داشتم و مجبور شدم دروغ بگم. مثل اینکه دیگه میتونم برم. من هنوز منتظر جوابتم. ولی شما. مهم نیست. من دوستت دارم. حالا اگه بهم جواب ندی اشکالی نداره تا فردا صبر کنی. ولی یه چیز دیگه هست که من من دیگه میرم، خوب نیست خانم حال من اینجا ببینی. حالا دیگه نصفش رو با این کلفت خلوت میکنی؟ تو حق نداری با من اینطور حرف بزنی. تو چطور منو میذاری و با اون کلفت بی سر و پا التماس میکنی؟ پس جون من نصف شبی چی میخوایی؟ معلومه جونی، همونی که تو از اون دختره میخواستی. تو زن کسی چطور میخوای زن پدر من بشی؟ من فقط تو رو دوست دارم، تو رو میفهمی؟ تو درست مثل یه سگ فرزه میمونی، اونم تو یه پارچه لجن. این سگ فرزه پاره پارت میکنه. آخه من اون کلفت چی داره؟ چی؟ که بین اون همه دختر اون منو میخواد. تو خیلی چیزا داره که بین دخترهای دور و برو، نجابت تو خونته، وفا تو قلبته، شور و حیا تو چشماته. یه مرد اینا رو خیلی زود میبینه. اکرم خانم، یه مرد میتونه دروغم رو یه زن ببینه؟ دروغ؟ کدوم دروغ؟ کدوم؟ آخه من بهش نگفتم که یه بچه داره. حتی شوهر داشتن تو؟ نه، اونو گفتم اما نتونستم، یعنی اون نذاش وجود بچه رو بهش بگم. اون میخواد شب با من حرف بزنی. چی بگم بهش؟ تا اینم دختر چقدر شیرین عاشق شدن. یعنی میگی من یه زنی مثل من که عمری رو با یک دنیا ماجرا پشت سر گذاشته، فهمیدن این قضیه خیلی آسونه. عزیزم اون عاشق پاکی تو شدم. ها که گفتی عاشق شدی. خوبه، خیلی خوبه. ببین خوشگله. بله پدر، بذار ببینم اسمش چی. آها، لیندا. نه نه، پس چی؟ نه، آها، فلوریا، حتما دیگه خودشه. بگو آره، درسته؟ نه نه پدر، اینه که شما گفتین نیست. اون از اینجور دخترها نیست. من که دیگه فکرم کار نمیکنه پسر. خب بگو ببینم این دختر کیه؟ مریم. همین مریم خود. همین کلفتی؟ تقریبا. یعنی تو میخوای بگی که؟ نه حتما عوضی شنیدم. درسته؟ گفتم درسته؟ جوابمو بده. درست شنیدم؟ بله پدر، درست شنیدیم. آه پسر یه لعنتی نفهم کل فوت. عشق به یه کلفت مسخره است. مگه این که من مرده باشم تو بتونی این حرف بزنی؟ حرف من از ته قلبمه پدر، من باکی از گفتنش ندارم. دوبارم میگم من اونو میخوام. تو کی هستی؟ پسر من، پسر فاخر. 20 سال تمام جون کندم، زحمت کشیدم، عرق ریختم تا ثروتمند شدم. حالا تو میخوای تمام زندگی منو زیر پای یه دختر کلفت بریزی؟ آره این صحیحه؟ پدر چرا همه چیزو با پول میسنجین؟ من با یه بانک ازدواج نمیکنم، زن میگیرم. پس بیشتر از هر چیز باید فهم داشته باشه، عفت داشته باشه، صداقت داشته باشه. آها، عفت، صداقت، انسانیت. اما اون همه اینا رو داره پدر. اون فقط یه کلفته. اون یه خانم واقعیه، نه از این عروسکای رنگ و روغن زده دور و بر تو. اون یک هرزه است. بس دیگه، یک هرزه واقعی دیگه پدر. اون زن من میشه. راجع به اون بهتر صحبت کنیم. خدافظ از اینکه برای چند لحظه دنیای منو روشن کردین و امید کوچکی در زندگی به من دادین، متشکرم. آخه مگه قرار نبود که ما با... نه دیگه حرفشو نزنین، من نباید این انتظار رو داشته باشم. یه کلفتم. پدرتون راست میگه. من معذرت میخوام، اون اشتباه میکنه. آخر اشتباه نمیکنه. بذار اون بره تا مثل یک سگ ننداختمش بیرون. پدر معذرت میخوام، چرا نمیخوای بفهمی؟ چرا نمیخوای چشماتو با حقیقتو ببینی؟ چرا به دروغ و دروی عادت کردی؟ اون یه فرشته است، نگاش کن. مریم اون رفت. آقا چی گفتی؟ اون رفت؟ بله آقا، چشماش پر اشک شده بود. چی شد آقا؟ اون خیلی خوبیه. برو بیرون پیرمرد احمق. راحت شدی پدر؟ خیالت راحت شد؟ اون رفت. اون باید میرفت. زندگی اون چیز دیگه ایه. آره، این زندگی کثیف شماها نیست. اون نمیتونه گول بزنه و تظاهر کنه، فریب بده و دروغ بگه و نارو بزنه. اون یک انسانه. اون یک بی سر و پاس. اون تو رو نمیخواد. اون پول تو رو میخواد، زندگی تو میخواد، فقط همین. اون هرچی هست حاله نیست. اینا مال تو و اون زنای لبن دوش بگره دور و برت. من میرم پلوی همون. گوش کن، تو لخ میشی پسر. زندگی خوردت میکنه، این یک قماره. تو قمار میبازی، زندگی لهت میکنه. این بگیرم کی تو زندگی من باشه؟ ولی اون کاملا درست میگه. من تو خانواده شما یه وصله ناجور. چرا داری این حرف رو میزنی؟ واسه چه انقدر ناامیدی؟ برای اینکه شما اون بالایین و من این پایین، فقط همین. من اومدم برای اینکه نمیخواستم بین یه پدر و پسر دیوار بکشم و از هم جداشون بکنم. من نه مریم، این پدرم بود که بین من و زندگی دیوار کشیده بود و تو اون دیوار رو خراب کردی. شما با پدرتون به هم احتیاج دارید. من فقط به تو احتیاج دارم. خواهش میکنم شما بهش بگین خانم. تو خودت همه چیزو بهش گفتی پسرم. مریم مگه ما حرفمونو با هم نزدیم؟ مگه تو نگفتی منو دوست داری؟ بگو مگه نگفتی؟ جوابمو بده، گفتی یا نه؟ آره گفتم. پس چرا مخالفت میکنی؟ چرا نمیخوای با من بیایی؟ چی مانع میشه مریم؟ چی مانع میشه ها؟ ما با هم زندگیمون از نو شروع میکنیم. من یه دکترم، کار میکنم. من به خاطر تو تلاش میکنم، پیشرفت میکنم. من میتونم زندگی تو. آخه شما که همه چیزو نمیدونید. بذارین براتون بگم. تو فقط بگو با من زندگی میکنی، فقط همین برای من کافیه. حالا اگه دوستم داری دستتو بده به من و به من تکیه کن. سلام مریم جون، بیا اون خونه رو گرفتم، اینم کلیدشه. باشه انشالله با خوبی و خوشی. متشکرم اکرم خانم، شما بیاین با هم زندگی بکنیم. نه متشکرم، از لطفتون ممنونم. من نمیخوام مزاحمتون بشم، آخه شما رو تازه عرف کردم. خب پس من میرم خونه رو مرتب کنم و بیام مریم جون رو ببرم. فعلا خداحافظ. چه پسر خوبیه، خدا حفظش. ولی اکرم خانم جون، من از قدیر خیلی میترسم. اون که حالا تو زندونه، او تا آزاد بشه بی خود نترس. باز سرکاش زد زیاد، ناراحت نباش، ممکنه ما همین روزا برگردیم. سلام قدیر خان. سلام خیلی خوش اومدید. بفرما قربون همگیتون. میگم که ایشالله بد نت کشته باشه. بزن بریم بابا، جای شما خیلی خالی بود. خب برای بچه ها بیرون چه خبر؟ خبر خوشی واسه دارم. ده اگه نشد پشه تو کار است، معطلش نکن که بیکاری دق کرده. زن سارا شوهر کرده. خب مبارکه. با کی؟ با یه دکتر پولدار. کاربارش هم خیلی سکر. خوب شد گفتی دکتر. خب این نسخه را بدید بگیرن، بعداً بدید اتاق شماره 11 تا بدن به مریض. الو؟ آو چه خوب شد تلفن کردی. ناراحت بودم برات. تو که یک ساعت پیش رفتی. بازم دلم برات تنگ شده. من میخواستم برم خونه اکرم خانم، بعدشم برم برای امشب یه مقداری خرید کنم. باشه؟ باشه عزیزم، اشکالی نداره. به اکرم خانم سلام برسون. خوش اومدی. نه، چرا اون این کارو میکنه؟ چرا زجرم میده؟ چرا؟ ناراحت نشو عزیزم، اون از من متنفره. چرا نمیخواد بفهمه؟ من باید از پیران قشنگت خوشت میاد؟ خیلی خوبه. تو همینجا وایسا ببینم کیه در میزنه. خیلی خوب. منو میشناسی؟ بله، کاری داشتی؟ میگم انگاری مریم رفیق جونجونی تو، زن قدیم ما، به نون و نوایی رسیده. درست؟ نمیفهمم چی میگی. میتونی بگی قضیه ماشین و دنگ و فنگ چیه؟ بچه مام که اینجا. ببینم نکنه سرخر بوده ننش نبردتش. تو چی میخوای؟ چی عشق عبری گرم بال کرد. بیا دبیبن نه، به اون دست نزن، خواهش میکنم. من فقط اونو راستی خیلی دوستش داری؟ بیشتر از جونم، به اون اندازه که یه مادر میتونه بچه‌شو دوست داشته باشه. بس حالا که اینطوره بی زحمت بفرما بینم که خونه ی والده ی بچه کجا؟ من نمیدونم. عجیبه، و تو نمیدونی. خیلی خب ماما خوش میکنم. نه آیا بنده بابا خونه ننه اکدون باره؟ خدایا من میترسم. برش کن، بچه داره زهر پرک میشه. برش کن. بس بگو کجاست. نمیدونم. روزنامه نویسا رو خبر کن بیان از این جریان عکس بگیرن. بلش کن، بلش کن، خواهش میکنم بلش کن. میگم بلش کن. پس میگی ها؟ آره میگم. خیلی خوب، هر جا بگی میارم. برو خواهش میکنم. بیا خیابون باها، شماره 13 ساعت 9 صبح. خیلی خب برو دیگه. یک همومی من بسازم، چل ستون چل پنجره. سلام علیکم. به کلبه ما صفا آوردیم. خیلی دنبال دیشتم. برای چی؟ خب بالاخره ما دو دلداده قدیم باز یه روزی به هم میرسیم. من میگم که یعنی خب اینجوریه دیگه. آره البته به شوهرت بگم که یه بچه هم تو کاره. اما خب اگه چی؟ مگه بیرونمون نکردی تو راحت بشی؟ پس چرا دوباره اومدی که زندگیمونو به هم بزنی؟ آره اما خب کارای دنیاست دیگه. جفای روزگار به فلاکتمون است. بذارم برو. رفتنی که تو کار نیست خانم بلا. قد جور منو میکشی تا کاروبارم دوباره بیافته رو قلتک. بله عملشون تمام شد. من الان داشتم با دکترشون صحبت میکردم. خواهش میکنم. بله دکتر خانمتون منتظر. بگین بیان تو. خب دکتر عمل چطور بود؟ خیلی خوب، مخصوصا برای من موفقیت. سلام. سلام سلام خانم. حالا چطوره؟ کجا بودی عزیزم؟ رفته بودم پارچه‌ای که برام خریده بودی بدم خیاطم بدوزه. راستی میتونی به دکتر مسعود تبریک بگی، یه عمل بسیار جالب انجام داده. تبریک میگم دکتر. متشکرم خانم. بشین عزیزم. خب دکتر من با اجازه مرخص میشم. خواهش می‌کنم. خداحافظ خانم. خداحافظ. ببخشید. سلام آقای دکتر. سلام. اون آمپولا رو خریدی؟ بله. بابا سلام خانم، من شما رو تو خیابون بهار دیدم. هر چی صداتون کردم متوجه نشد. اونجا؟ بله معذرت میخوام، حواسم نبود. چرا بهار؟ خیاط تو مگه تو بولوار نیست؟ اونجا رفته بودم خونه پوری. پوری رو که میشناسی. راستی حالش چطوره؟ خوبه، خیلی هم به تو سلام رسوند. خب من دیگه باید برم منزل. مگه قرار نبود ناهار رو با هم بخوری؟ چرا؟ ولی اومدم بهت بگم که حالم خوب نیست. باشه فردا. خیلی خوب، هر طور تو راحت. خدافظ. خدافظ عزیزم. خدافظ میرزا علی. خدافظ میرزا علی. بله. اینا پولا رو بده به پرستار اتاق 16. باید به مریض تزریق بشه. چشم آقای دکتر. بله. شما؟ آه، سلام پوری. چطوری؟ مگه تو مریض بشی به من تلفن کنی؟ نه جدی میگم. خب مگه مریم امروز پیش تو نیومده بود؟ نه؟ 2 هفته است ندیدیش؟ شاید نتونسته بیاد. خیلی خوب باشه، فعلا خداحافظ. چرا دروغ گفتی؟ چی میخوای بگی؟ دیگه زله شدم. چی میخوای؟ یه پول کلون که دیگه مدت زیادی از دستم راحت بشه. شرای کارم بگیره خودم یه سرمایدار بشم و برای همیشه راحتت بذارم. من حاضرم جونمو بدم و دست از سرم برداری. چقدر میخوای؟ از کجا؟ من از کجا این همه پول بیارم؟ تو مرا دیوانه کردی، دلای دل دلای دل. خب حالا کیه در میزنه ای بوده در رو بانگان؟ کیه در میزنه؟ در که بازه، یعنی خانم دیگه از در بازم نمیتونن بیان تو. آه بفرمی بابا، بفرمی دیگه. بیا این آخرین پسنداز منی. پولو بگیر در رو باز کن من برم. گرفتن پول که چشم، اما بیرون رفتن تو یه خورده اشکانه نازیان. چی؟ از سر رام برو کنار. کجا به این زودی؟ خوب نیستنی به خوشگلی تو بحجور باشی. من باز خودت میگم. حالا چه یه دومم باش. آهای قهره چی ترش بیاد. سلام کن داد نزن خوشگله. نزن آبی زیر بوستت رفت. بلا آره تو درست مثل یه زالو میمونی. تو هم مثل یه پربونه. تازگیه چه شاعرونه اختلاط میمونی ما. یار بلا تو رو به خدا مشتی بزن برمشه کمه ما. چی بدم؟ چه خاکی به سرم بکنم؟ میتونم بگم آقا میگه اون وقت فیفی منو خیلی میکنه. تو چون ماشین آقای منو نزد که افتادنی بعد ببینید آقا اشکالی نداره. من خسارتشو میدم. خسارتشو میدم. خانم جان تقصیر اون بود. یه ولم کن. بذارید من برم خواهش میکنم. ای صدا میکنه مامی. آلی اسم مامی چیه؟ اسمش بتوله. من یک بار جناب بده خواهش میکنم. آقا خانم زور خونه اکرم هستن؟ نه فکر میکنم برگرده. نهار درست کردی؟ بله آقا. آها اومدش. سلام خانم. سلام اکرم خانم حالش خوب بود؟ آره خیلی هم به تو سلام رسید. ازش خوشم میاد. زدم سر پیش دادن به یه ماشین. تقصیر من بود آخه، عجله داشتم بیام خونه. باشه بعد از ظهر میدم درستش کنم. آها میرزا علی هم اومد. آخه خدا مگه کجا رفته بود؟ گفته بودم یه خورده برای امشب میوه بگیره. سلام آقا. نمیدونین چقدر گشتم تا این میوه ها رو پیدا کردم. هر جا رفتم میوه خوب گیر نیامد. ناچار شدم همین. شما این خانم میگم چرا خسارت ماشین رو نگرفتین؟ آخه واسه چی بازش کردین؟ تقصیر اون یارو ژیگاله بود. تو تو که گفتی تقصیر تو بود. بابا دست خوش. چی رو تقصیر خانم بود؟ یارو سر پیچه با اون شلوغی با سرعتش بنده عقب میومد. اونا تو بهار. تو بهار. آره با سرعت 10 کیلومتر نمیری والا. خب به ما مربوطی نیستش خدا به شما. آره یادم رفت بهت بگم رفته بودم گاراژ ماشینو بدم درست کنم. میدونی که گاراژ تو خیابون بهاره. آره میدونم. خیلی خب من یه جای کار دارم میرم و برمیگردم. پس نهار چی؟ شگشتم منتظر من نشین. این ماشینو که شما امروز تعمیرش کردین مثل اینکه خوب کار نمیکنه. اجازه بدیم ببینم. اسمان شماره 5917 رو ما تعمیر کردیم؟ بله ما تعمیر کردیم. دفتر رو بیار اینجا ببینم. نه دیگه مهم نیست. یه دفعه دیگه میام. متشکرم. بله انگار این ماشین 8 روز پیش تعمیر شد. چی گفتین؟ ببخشید. تعمیر مال 8 روز پیشه. این ماشین امروز تو این گاراژ نیومده. مشروب میخوری؟ من حق دارم بفهمم تو دل تو چی؟ هیچی. چی رو میخوای بفهمی؟ من خودم حتی نمیدونم چی کار میکنم یا حقیقت چیه. آخه کدوم حقیقت؟ حقیقت اینه. حقیقت باید وجود داشته باشه. مثلا این زنگ تلفن یه حقیقت. برو جواب بده. متاسفم کوچولو. بازم یه خورده پول میخوام. من نمیتونم به خدا دیگه نمیتونم. منو سر لجنه انداز دختر. خودت که میدونی. هر کاری دلت میخواد بکن. من دیگه نمیتونم. میفهمی؟ نمیتونم. حتما یکی از دوستانت بود، یا میترا یا سوزان و یا ولش کن. حتما یادت هست که ما امروز مهمونیم. آره من حاضرم. پس یقت درست کن. اینطوری قیافت خیلی بده. آسیه کجایی؟ بالا آقا. اگه از بیمارستان کردن بگو من خونه دکتر مسعودم. خیلی خوب آقا. خب بریم. ای با شما. خیلی باید ببخشینا. یا کاری باید داشت. با من؟ نه خیلی با خودتون نه. با خونتون. با چی؟ باشه واسه بعد. ما داریم میریم بیرون. نه همین حالا بگو ببینم. میدونه نه. عزیزم باشه برای بذار حرفشو بزنه ببینم چی میگه. آقا به من تلفن شده بود. مثل که خانمتون تلفن کرد. انگار شیر دستشویی و لولا خراب شده و آب میده ها. درست خانم؟ بله من تلفن کرده بودم. تمام راه رو خیس شده بود. خب الان میشه نشونم بده خانم؟ بله. یه دقیقه وایسا عزیزم. بفرمایید. میخوای از من؟ تو کمی که پول ندارم. به خدا ندارم. خدا میدونه دیگه هیچی ندارم. آخه تو چرا اینقدر بیرحمی مرد؟ اینا رو که داری خوشگله نه؟ اینو شوهرم بهم دادی که این خنجر از گلوم برمیداری. من طاقتم تموم شده. خودتم میدونه که جز اطاعت چاره نره. اینو مفروشی پولشو میاری. قربون دست و پنجولت قدیر بیچاره از دیگه باید دستشو گرفت. چرا نمیذاری آب خوش از گلوم پایین بره؟ قراره یه خورده جنس تو مرز تحویل بگیرم فهمیدی؟ زنده میشم تو کلی میلیونر بازی در میارم. ولی من دیگه هیچی ندارم. اینو بدون اگه بازم از من چیزی بخوایی ندارم، واقعا ندارم، باور کن. چه شد؟ آره من انتظار نداشتی لوله کشم. داشت اگه میخواد بزنی که از این خونه ببرش بیرون. داشت همچه میکنی؟ کسافت لجن! سفو بزو بهت بگی. چی بگی؟ برای متاسفم نمیدونستم به کسافت عادت کردی. اون کسافت مرد زندگی توه. برو بوش کن ببین که بوی لجن میشه. تورج! برام قسم خوردی. اون چشمای معصومت گولم زدی. من کار کردم، شب و روز زحمت کشیدم برای اینکه تو راحت زندگی کنی. ولی آخه تو چرا نمیذاری من حرفمو بزنم؟ حرف که چی؟ که بگی من به یه بوت پوشای دلخوش کرده بودم؟ بگی که من یه مترسک بودم؟ بگی که من کور بودم و تو سیاهی شب دنبال آفتاب میگشتم؟ نه نمیخواد بگی، من همه اینا رو میدونم. من فقط به تو. ساکت شو. لعنت به تو دروغگوی حق. بذار حقیقتو بهت بگم. حقیقتو باید اول میگفتی، حالا دیگه نمیخواد بگی. من یه بازیچه بودم، حقیقت اینه. نه تورج بایستا. باشو قربونت برم، گریه نکن. اگه اون رفت خودم نوکرتم. بترد حیوون کثیف. سلام خانم. سلام. آسیه آقا خونه است؟ نه خانم، آقا تشریف بردن بیرون. موقعی هم که میرفتن این نامه رو دادن به من، گفتن که حتما بدن به شما. متشکرم. خدا میدونه باز چه خبر شده. خدایا رحم کن. تمام چیزهایی رو که به خاطر اون زن من شدی به تو بخشیدم. شاید این چشم طمع تو رو سیر کنه، ولی اگه این بار خواستی احساس و غرور مرد دیگه رو بازیچه خودت قرار بدی، اینقدر بی‌رحم نباش و مثل من اونو لگدمال نکن. تورج شده دکتر؟ مگه تو عمل نداشتی؟ چرا؟ ولی چیه؟ چته دکتر؟ تو چه گرفتاری داری؟ لااقل به من که میتونی بگی. من امروز فقط یه خورده. از صحبت امروز نیست. تو الان یه ماهی که حالت عادی نداری. چیه؟ چی شده؟ هیچ. هیچی که حرف نشد. گرفتاری چیه؟ معذرت بخوام دکتر، ممکنه تنها بذاری؟ متاسفم. جواب نمیدی. الو تورج، تورج خودتی؟ من میخواستم باهات حرف بزنم. چی میکشی؟ اما قصه نخور، تو اقلا محبت بچه تو داری. آره، اما چرا نمیشه آدم همه چیزای خوب دنیا رو داشته باشه؟ من یه روزی محبت شوهرمو داشتم و نفرت بچه‌مو، حالا به عکس محبت بچه‌مو دارم و نفرت شوهرمو. آخه چرا؟ دنیا رو برای خودت خراب نکن، برو بگرد هر جا که میشه، تو هر گوشه شهر برو بگرد شوهرتو پیدا کن. منم میخوام پیداش کنم، اما کجا پیداش کنم؟ شاید خونه پدرشه، تو میتونی فردا بری اونجا. خسته شدی عزیزم؟ چی گفتی؟ خسته شدم؟ من هنوز جوونم. قبول داری عزیزم؟ آره جونم، برای همینه که دوست دارم. تو از صد تا جوونم بهتر. به سلامت. سلامت. خودم و خودت. آخه حس کردم. توی تورج؟ کجا بودی پسر عزیزم؟ بریم پیش تورج تا احساس تنهایی نکنه. بیا. میبینی پسرم زندگی چقدر شیرینه؟ به من گفتن شما کارم دارین، چی میخواین پدر؟ من بهت امیدوار شدم پسرم، میبینم مثل پدرت پیراز دست گرفتی و داری یه کارایی میکنی، اینو بهش میگن زندگی، باید لذت. حرف دیگه ای نداریم پدر. چرا؟ حالا که نصف راه اومدیم نصف دیگه‌ش هم بیا. مشروب و زن از هم جدا شدنی نیستن، اولیشو که داری دومیش هم دیگه. راشه خوب بلدی، دومیش هم یادش بده، بهش بگو چطوری با زنها حرف بزنی تا بتونی دلشونو بدن. اونم به چشم. راحتم بذارید پدر، هیچ حوصله ندارم. تو چی میخوای معلوم هست؟ آره، یک کمی تنهایی ممکنه پدر؟ تنهایی؟ پسر یه دیوونه کل پوک، من اصلا طاقت تنهایی رو ندارم. نکنه یه روزی منو تنها بذاری و بری خوش گره، من بدون زن میمیرم. مگه ممکنه عزیزم؟ مثل که این پیش خدمت رو مردن، من برم در رو باز کنم. اومدم بچه ها، کی این گلاس منو پر میکنه؟ کاری داشتی؟ ممکنه به من بگین از تورج خبری دارین یا نه؟ فکر کردم ممکنه اینجا اومده باشه. اینجاست تورج؟ تورج اینجا کاری نداره، تازه اگرم اینجا بیاد مال تو نیست، اون وقت دیگه مال منه. اما آخه اون هنوز شوهر منه. وقتی منو نگیر بدجنس. خدایا پس اون کجاست؟ کجای این دنیای بزرگ رو باید بگردم؟ کمکم کن. بهشت چجوری تبدیل به یک جهنم شده. میخوام یه دقیقه تنها باشم. این اجازه رم ندارم. بابا بخواب عزیزم، اینجا که نمیشه تا صبح بمونی. خیلی خوب خیلی خوب. اولم کن مگه نمیبینی دارم میرم. از پدرت خجالت میکش. ناسلامتی من مادرتم، فاخرم پدرته. چطور جرأت میکنی به من نظر داشته باشی؟ خجالتم خوب چیزیه. فاخر تویی؟ چه خوب شد اومدی. من دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم. پدر بهش بگو، اگه جرأت داری بهش بگو چطور میخواستی منو ببوسی. پدر اون خفه شو، از یک کثیف نمک و حروم. پدر اون دروغ میگه. خدای من وحشتناکه. آدم باید خیلی چشم سفید باشه. خودت که دیدی. اگه یه جا غیرت داشته باشه دیگه نمیذاری اون توی خونه بمونه. آره اما اول بذار عقدمو خالی کنم. بر تو هرزه بی سر و پا خجالت بکشیدی. خجالت بکشیدی. پدر به حرفای منم گوش کن. دهنه کثیفتو ببند. آخه بذار منم حرف بزنم. خرفشو. پدر تو اشتباه میکنی. تو منو بزن ولی تو پدر منی، بنابراین من فقط نگات میکنم. تو چشماتو بستی، تو خوابی. حتی سور سرافیلم نمیتونه تو رو از این خواب سنگین بیدار کنه. دلم به حال تو میسوزه، اینو جدی میگم پدر. من از این خونه میرم چون اینجا جهنمه، آشغالدونیه، پر از کثافته. بوی لجن از همه جاش میاد، اما نخواه که یه کرم باشی تو لجن بلولی. از اینجایی هم متاسفم. فکرشان نکن. به این میگن هنجره. نه مثل هنجره ما که هر روز خدا پنچره. نگفتم پنچره. توجه فرمایید، به خاطر تخلیه خبر فوری برنامه را قطع میکنیم. از تمام پزشکان و پرستاران برای جلوگیری از ورود بیماری وبا به کشور استمداد میطلبیم. دامنه این بیماری در نواحی مرزی شدت پیدا کرده است. ما از تمام پزشکان شاغل و آزاد و تمام آنهایی که در مرخصی هستند برای ریشه کن نمودن این بیماری کمک میطلبیم. لطفاً آسینا رو بزنید بالا. تو رو خدا چینه پیشونی تو بکن. حالا مگه چی شده؟ دنیا که به آخر نرسیده. برا من رسیده. این حرفا چیه دختر جون؟ خودتو ناراحت نکن. اکثر بچم اکرم خانم، این عکس آقای فاخره. فاخر؟ ولی محسن شوهر من. این فاخر پدر تورجه. فاخر یا هر اسم دیگه که رو خودش گذاشته مهم نیست. در هر حال من مطمئنم که این محسن پس شما میخواین بگین که این محسن به من دروغ گفته باشه. ممکنه پسرمون نمرده باشه. من باید برم اونجا. منم ببر خونه محسن. خیلی خوب اکرم خانم، خیلی خوب. همین فردا صبح میبرم. نه همین حالا. من الان باید برم اونجا. من هستم. من نیستم. کنکارات. عزیزم نمیخوای برخصی؟ چرا داری؟ مد اصلا به فکر تو نیست. همیشه همینطوره، وقتی پای خمار میاد همه رو از یاد میبره. حالا که سرش گرمه بریم ما با هم برخصیم. چرا همینجا نرخصیم؟ تا سرش گرمه بهتره بریم تنها برخصیم. خیلی بله شیطون. ببین رست من نیستم. دیدم فول دام فول آس تو جیبه. بازم بازی میکنی؟ اوه چرا نکنم، من بار زخمی هستم. دست چکم کجاست؟ خاله خاله بالاخره هرچی باشه اون جوونه. اینجور مسائل برای هر جوونی ممکنه اتفاق بیفته. وقتی همراه اون دختره میرفت فکر اینجور چیزها رو نمیکرد. مگه من بهش نگفتم؟ گفتم یا نه؟ درسته دکتر؟ ها؟ جواب بده، حق با من هست یا نه؟ کاملا درسته، اما بالاخره هرچی باشه شما پدرش هستین. پدرش باشه، این دفعه ندید بگیرم. متشکرم. بسیار خوب، باشه دکتر. حالا اون کجاست؟ بازی میکنیم. پدر دنیا دیدت بهت ندا میده، نمیذاره کلاه سرت بره. متشکرم که اومدی پدر. باید میومدم، من پدرتم. روز اولم بهت گفتم که اینجور زنا صفا ندارن. حالا دیگه بلند شو بریم خونه. واسه چی اینقدر خودتو عذاب میدی؟ اصلا فکرشم نکن. اون معلوم نیست الان دستش به گردن کی حلقه شده و چه کسی رو بغل کرده. آقای فاخر شما نباید. تو چی میخوای؟ تو یه پیرمرد چی از دنیا میخوای؟ آره فریبت دادم، دروغ گفتم، ولی تو نباید حرفای منو باور میکردی. گول منو خوردی احمق. بسته از اینجا برو بیرون. لاش خورا احمق، برید بیرون، بیرون، یالا برید گم شید. لاش خورا برید گورتون رو گم کنید. برید بیرون، یالا بود باشید، گم شید، همتون برید بیرون، بیرون، زنهای کثیف، برید گم شید، پس مطلتا برید. دیگه تمام شد، همه چی تمام شد، دیگه هیچ کس برام باقی نمونده، هیچ کس. بهم کمک کرد بیام ببینمت محسن. محسن من دیگه فاخر نیستم. میبینی که زمین خوردم و خورد شد. من دیگه هیچی نیستم، هیچی. من کمک کن، من تنها. چرا به من فوش نمیده؟ چرا به من چیزی نمیگی؟ من بهت بدی کردم اکرم، بهم بگو که منو میبخشی، بگو. محسن تو یه روزی منو بیرون کردی، مهم نیست، من تو رو میبخشم، فقط بهم یه چیزو بگو. اون روزی که بهم گفتی بچه مرده، دروغ گفتی نه؟ حرف بزن محسن، خواهش میکنم جوابمو بده. پسرمون کجاست؟ اون رفته، نمیدونم کجا. این زن میدونه، چون اون بود که من ازم جدا کرد. این زن هرزه نه محسن، با اونطور حرف نزن. اون عروسیه که من بهش افتخار میکنم. تورج درباره اون اشتباه فکر میکنه. اون تمام مدت به تورج وفادار بوده. مریم یه فرشته است، تمام شهر رو برای پیدا کردن تورج زیر پا گذاشته. ولی تورج که اینجا بود، پس چرا اینجا نیومد؟ چرا اینجا نیومد؟ اون اومد، امش گفت تورج دیگه مال منه. بیا جلو دخترم، بیا جلو. اشکاتو پاک کن. تو هم همینطور. یالا بارو تو پول نخور. یالا بارو تو. برو برو برو. بزنی به لاستیکش. نوارشی تغییرش کنید. آقا رو کجا بردن؟ کاری نکنی یا نوارش برمیگرد. آقای دکتر چی کار کنیم آخه؟ شما برین به مریض برسید. برو تونتر دستشو بیراهه. خورنشین یال بینم خورن بار خورن بین ندیشیم بگیر کاملا موازنشون باشه اگه خرسان دکون بخورن کارشون رو بسازین یا باش سرکار باید فوراً به بهداری سیار برسونید. زخمش خیلی خطرناکه. آقای دکتر میخوام چند کلام با شما حرف بزنم. خواه دکتر ببینید کار من دیگه تمومه. فکر میکنم بهتره همه چی رو بگم. حاضری گوش کنی. میخوام از زنت بگم. ببین دکتر تو به من کمک کردی جونمو نجات دادی. حالم تلافی کنم و همه چی رو بهت بگم. میدونی دکتر زنت بی تقصیر گناهی نداره. من شوهر سابقشم. اون یه بچه هم داره. هره از من هره و خلاصه من طلاقش دادم. اون وقت اون زن تو شد. حالا چجوری؟ اونش دیگه به من مربوط نیست، فقط باید استفاده میکردم و تیغش میزدم. خلاصه چی بگم؟ میشد. حالا دیگه خودت میدونی دکتر. چرا خواهش کنم نری جور منو بکشی؟ من باید برم تهران. اشکالی نداره. متشکرم دکتر. خیلی متشکرم. تورج! مریم! حتی میدونم که یه بچه داری. پس تو از من عصبانی نیستی؟ نه مریم، از من چطور پسرم؟ از تو چرا نه؟ هم عصبانیم هم متاسف. پدر، تو در یه دنیای دیگه ای هستی. توی دست بکشی. من دوست دارم، اما خدا حافظ. دنیای من و تو از هم سواست. تورج، منو به مادرت ببخش. به مادرت پسرم. مادرم؟ اسم مادرم برای من مقدسه، ولی فکر نمی کنم روح اونم از تو راضی باشه. نه پسرم، من دروغ گفتم. اون نمرده، اومده پیش تو تا بگی که منو ببخشی. پس اون زنده است؟ دنبالش نکرد، اون اینجاست. مادرتی؟ مادرم؟ چطوری باور کنم؟ پسرم! پسرم! مادر! مادر! مادر خدا را شکر. مامان! بیا بطوری، بیا. نه بشه برم. بیاین بیاین همتون بیاین. بیاین نزدیک چلو. حالا من با خیال راحت میتونم به وظیفم عمل کنم. پس با ما نمیاد؟ نه مادر، نمیتونم بیام تا وقتی این مرض ریشه کن نشده. من اینجا. شما اگه میخواین میتونی برید. باید من حق بدین. نه من میخوام.